هرچند من اینو بگم که این برش تاریخی دلیل بر این نیست که ما ضعفی در هنرمون داشتیم، بلکه ما به شیوه امروزی رو میگیم اینا کمک کرده، در حالی که فرهنگ موسیقی ایران یک فرهنگ چند هزار ساله هست، همون جوری هم که شما در واقع در اون بخش تاریخیتون برای ما خوندین میدونید که ما حدود 4000 سال قبل از میلاد، یعنی حدود 6000 سال پیش در منطقه‌ای به نام چوغامیش در نزدیک شهر دسفول اولین ارکستری که در جهان ثبت شده را داریم، عکسش هم موجود هست که شما هم به هر حال اینو خوندین. و جالب این است که این ارکستر تمام بانوان بودن و هم به اصطلاح رهبر ارکستر هم از بانوان بودن و این 6000 سال پیش در واقع تاریخ اسطوره‌ای موسیقی ایران است. منتها ما به این دورهای نزدیک که میاییم بر صورت لازم است توضیح بدیم که در عرصه بعد از سالهایی که دوره قاجار هست میاییم تا زمان که کرنل وزیری اون خدمات رو انجام میده و شاگردانی مثل سبا و امسالم رو تربیت میکنه و اونا هم شاگردای ارجمندی رو تربیت میکنن تا میاییم دهه 40 و 50 خورشیدی که در واقع یک اوجی بوده در عرصه موسیقی ایرانی که تصانیف بسیار زیبا و ماندگار و همیشگی رو که ما گوش میکنیم اکثرا مال این دو دهه هست. آهنگسازان، ترانه سرایان، نوازندگان اغلب در این دو دهه پیشرفت خیلی خوبی داشتن و کارهای ارزشمندی انجام دادن که فکر بکنم در طول این برنامه ها روی این بخش از تاریخ معاصر تاکید خواهد شد. خب ما بعد میاییم تا میرسیم به در واقع دوره ای که بعد از انقلاب شروع میشه که گروه های مختلفی تشکیل میشه و از اون جمله گروه های بسیار مؤثر و مهمی که هستن گروه شیدا هست که توسط آقای محمد رضای لطفی تأسیس میشه و عزیزان بسیار خوبی که بعداً خودشون گروه های بسیار مهمی را تشکیل میدن در اون گروه هستن، مثل خانواده محترم کامکار، آقای پرویز مشکاتیان، آقای حسین علیزاده و سایر دوستانی که الان من خاطرم نمیاد. اینها یک شیوه جدیدی رو در ارکستر نوازی با سازهای ملی و فقط ایرانی تشکیل میدن. اون دهه 40 و 50 که من عرض کردم سازها تلفیقی بوده، یعنی تلفیقی از سازهای ایرانی و غیر ایرانی. بعد از این گروه که خدمات زیادی انجام داده، تشکیل گروه عارف یک نقطه عطفی میشه در واقع در عرصه موسیقی ایرانی با سازهای ایرانی و با نوازنده‌های چیره دست و با تنظیم بسیار خوبی که در خور خودش و برای همیشه آقای مشکاتیان انجام دادن و آهنگ‌ها و جمله‌های بسیار زیبایی که ساختن، باعث میشه که موسیقی در ایران با سازهای ایرانی یک ویژگی خاص و در واقع جانی تازه بگیره. در موازی با این موضوع ظهور همه جانبه جناب آقای شجریان هست که بنده افتخار شاگردی ایشون رو داشتم. هرچند سالهای قبلم که آقای شجریان به خدماتی که به آواز و موسیقی کردن غیر قابل انکاره، منتها در این سالها به خاطر انسجام ارکستر و توجه بیشتری و پختگی که خودشون پیدا میکنن اصلا یک در واقع انقلابی در آواز به وجود میارن و مردم رو به شدت علاقمند میکنن، هم به موسیقی ملی و اصیل ایرانی هم به شعر فارسی. یعنی خدماتی که آقای شجریان انجام داده نباید در عرصه فقط ما موضوع صدا و آواز و موسیقی نگاش بکنیم، اصلا ایشون در واقعش مردم رو به نوعی باش اشعار بویژه حافظ و سعدی و بعضی شعرهای دیگر دوست کرد، آشنا کرد و بسیاری از مردم الان شعرهای حافظ رو به خاطر اینکه از زبانشون شنیدن
در واقع اجرا میکنن. هرچند البته ما انکار نمیکنیم خدمات خواننده ها و آهنگسازان و سایر عزیزانی که تلاش کردن و اگر بخوام تک تک اسم ببریم شاید بسیار سخت باشه. بعد از اون در تاریخ فعلی ما تا 10 سال تقریبا بعد از انقلاب موسیقی ملی و اصیل ایرانی خیلی 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 خوب به اصطلاح مورد توجه بود. من نمیتونم بگم متاسفانه، ولی به هر صورت بعدش به خاطر ظهور یک سری دوباره موسیقیایی که نه آهنگساز حرفه‌ای داشتن نه شاعر حرفه‌ای داشتن و نه تنظیم کننده حرفه‌ای داشتن، یک سری چیزهای مد شد که حالا عنوان پاپ روش گذاشتن که اکثریتش پاپ نیست و در واقع ما به جای خودش صحبت میکنیم. باز اون یک ضعفی هست که الان در موسیقی ایرانی وجود داره و منتها هر چیزی که اصیله به نظر من همیشه جای خودش رو در طول تاریخ حفظ خواهد کرد، ولو این که در یک عرصه ای به خاطر توجه حالا مثلا اون قشر جوانی که دوست دارن کارهای ریتمیک و شادتر رو داشته باشن و یا مسائل دیگر کمرنگ بشه، ولی همیشه اصالت ها باقی خواهند موند و در فرهنگ ایران هم اون اصالت فرهنگی و اون هویت فرهنگی بوده که تا الان در واقع ملت ایران با آبرو و حیثیت به حیات فرهنگی اجتماعی و زندگیشون ادامه داره. بسیار عالی، با تشکر از توضیحات مفید شما و این افتخار نصیب ما بانوان ایرانی هست که اولین ارکستر جهانی از ایران شروع شده. خب جناب قنبری، با توجه به رابطه تنگاتنگی که بین شعر و موسیقی در فرهنگ ایرانی هست، در صورت امکان از حضور شما خواهش میکنم که از تأثیر متقابل این دو برهم توضیحاتی رو بفرمایید و یا تقدم و تأخر اون. بله، این یه بحث جالبی است. اولا که همواره به خاطر اتکای بیشتر موسیقی ایرانی در سده های اخیر به شعر و دارا بودن وزن که بخشی از موسیقی است در شعر، اینها رابطه در واقع لازم و ملزوم با هم دیگه داشتن. یعنی هم شعر اثر بسیار زیادی روی موسیقی داشته، هم موسیقی اثر بسیار زیادی روی شعر داشته، چون به هر صورت پیوسته و وابسته به هم بودن.